مصاحبه جدید و جنجالی شاهماهی موسیقی کشورمون خانم گوگوش و جزئیات تور خداحافظی گوگوش. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خیلی خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. شاید برای شما جالب باشه که جزئیاتی از تور خداحافظی خانم گوگوش رو بدونید. در این ویدیو قصد داریم که ادامه مصاحبه خانم گوگوش و جزئیات تور خداحافظی خانم گوگوش رو برای اولین بار در بین کانال های حواشی هنرمندان برای شما از کانال نیوز تیوی منتشر بکنیم و همچنین اعلام بکنیم. قرار شده که بزرگترین کنسرت تور خداحافظی گوگوش در دوسلدورف آلمان باشه. این رویداد قرار آخرین تور خداحافظی گوگوش در اروپا باشه. کنسرت بزرگ خانم گوگوش در دوسلدورف آلمان برای همه میتونه یک کنسرت جنجالی و استثنایی باشه. عاشقان گوگوش برای آخرین بار در بین کنسرت های خانم گوگوش میتونند خانم گوگوش رو در اروپا در این شهر ببینند و با او برای همیشه خداحافظی بکنند. این خداحافظی یکی از دردناکترین خداحافظی های طرفداران گوگوش با او خواهد بود و اما برای شما عزیزان حتما در اون روز ویدیوهای جدیدی از کنسرتشون تولید خواهیم کرد. اما قرار شده این کنسرت در 27 ژانویه روز شنبه برگزار بشه. دوستان و همراهان و طرفداران خانم گوگوش میتونن بلیط های خودشون رو رزرو کنن برای اون کنسرت و میتونن برای آخرین بار گوگوش عزیز رو روی صحنه در اروپا ببینند. و اما کنسرت های جدیدی هم قراره که گوگوش عزیز داشته باشه، اما نه در اروپا. آخرین تور خداحافظی گوگوش در اروپا در دوسلدورف آلمان خواهد بود و از این پس قراره که خانم گوگوش کنسرت های خودش رو در کانادا و آمریکا داشته باشه و این کنسرت ها رو در نهایت در آمریکا به پایان برسونه و این آخرین کنسرت های خانم گوگوش هست. دوستان عزیزی هم که نتونستن به هر دلیلی در کنسرت اروپای خانم گوگوش شرکت بکنن میتونن در کنسرت های ایشون در آمریکا و در کانادا شرکت بکنن. خانم گوگوش قرار هستش که در واشنگتن دی سی، ونکوور و بسیاری از شهرهای مختلف در آمریکا و کانادا کنسرت هایی رو هم داشته باشه. و اما آخرین شب آواز گوگوش در ونکوور کانادا قرار شده که این کنسرت در 3 خرداد سال 1404 در یک سالن باشکوه با 18,000 نفر جمعیت برگزار بشه. دوستان عزیز میتونید بلیط های خودتون رو برای این تاریخ رزرو بکنید که قرار شده که این کنسرت در 24 می یعنی روز یکشنبه برگزار بشه. هنوز ظاهرم ظرفیت هست و این بلیط ها هنوز فروخته نشده. میدونید که چون کنسرت های خانم گوگوش دیگه با محدودیت خاصی مواجه هست و این آخرین کنسرت های خانم گوگوش هست، بلیط کنسرت های ایشون هرچه سریعتر فروخته میشه و یا رزرو میشه. به همین خاطر اگر تمایل دارید که به کنسرت های خانم گوگوش تشریف ببرید، بنابراین هرچه زودتر بلیط های خودتون رو خریداری بکنید و رزرو. اما خانم گوگوش تصاویر جدیدی ازشون منتشر شده و همچنین مصاحبه جدیدی هم با مجله جوانان داشتن که شب گذشته با منتشر کردن یک ویدیو به عنوان پارت اول مصاحبه جدید و جنجالی گوگوش برای شما عزیزان در کانال نیوز تیوی منتشر کردیم. اما میپردازیم به بخش دوم این مصاحبه با حرفای جنجالی اسطوره و شاهماهی موسیقی کشورمون در این مصاحبه که شاید ممکنه آخرین مصاحبه امسالشون باشه. در ادامه این مصاحبه از خانم گوگوش سوال شد: این روزها کنسرت های خداحافظیتون رو انجام میدید در حالی که دوستانتون غمگین هستند، ولی این برنامه چطور پیش میره؟ خانم گوگوش در پاسخ گفتند: این تور فصل خداحافظی را من از چند سال پیش تدارکش را دیده بودم. خوشبختانه استقبال، توجه، علاقه و عشق مردم به هم انرژی کافی داد.
که ساعتها روی صحنه باشم. در مسیر این تور در شهرهای مهمی چون نیویورک، پاریس، لندن و چند شهر مهم دیگر برای آخرین بار روی صحنه رفتم و خداحافظی کردم. البته تورنتو، لس آنجلس، وانکوور و واشنگتن دی سی و چند شهر دیگر در دنیا هنوز هستند که با تدارک و برنامه ریزی خوبی که پیش گرفته در تاریخ‌های دقیق اما اعلام نشده، فکر می‌کنم در تابستان 2025 برای آخرین بار بخوام برم روی صحنه در این شهرها. ولی من همچنان به نوعی سعی می‌کنم برای جامعه هنری مفید باشم و ارتباطم با مردم قطع نشه. دوستان عزیز، همونطور که مطلع شدید، قراره که تور خداحافظی گوگوش در تابستان 2025 به اتمام برسه. یعنی این تور خداحافظی طولانی مدت خواهد بود و قرار نیستش که در یکی دو سال اخیر به پایان برسه. هنوز دو سالی وقت هستش که بخواین در شهرهایی که باقی مونده و خانم گوگوش در این شهرها و در این کشورها کنسرت خودشون رو برگزار نکردن، بخواین در این کنسرت ها و شهرهای مختلف بلیط های خودتون رو برای کنسرت گوگوش خریداری بکنید و از کنسرت های گوگوش نهایت لذت رو ببرید. اما خانم گوگوش آخرین تور خداحافظیشون در اروپا رو هم برای شما عزیزان اعلام کردیم. اما این مجله به عنوان مجله جوانان سالها پیش با خانم گوگوش یک مصاحبه ای رو هم داشتم، زمانی که خانم گوگوش همسر محمود قربانی بودند و با او به مشکل برخورده بودند. در اون زمان هم مجله جوانان با خانم گوگوش یک مصاحبه بسیار مهم و جدید و جنجالی رو داشت که این مصاحبه بسیار پربازدید شد و خب خانم گوگوش ناگفته های زندگی شخصی خودشون رو برای اولین بار در این مجله بازگو کردن. ما سعی کردیم که برای شما عزیزان از مصاحبه‌ای که خانم گوگوش سالها پیش با این مجله کرده بود رو هم در یک ویدیوی مجزا تهیه بکنیم و شما میتونید تا لحظاتی بعد منتظر ویدیوهای جدید ما از مصاحبه سالهای گذشته گوگوش باشید. در ضمن توجه بکنید متن این مصاحبه خانم گوگوش رو که امروز برای شما عزیزان روایت کردیم متعلق به مصاحبه جدید گوگوش با مجله جوانان هستش، نه مربوط به سالهای گذشته. خانم گوگوش در مصاحبه جدیدشون اعلام کردند و گفتند رویدادهای تلخ گذشتم رو از ذهنم پاک کردم. من فکر میکنم من و خیلی از همکاران و هنرمندان اسیر و برده افکار آدمهایی شدیم که فقط ما رو به عنوان یک کارگر و یک برده میبینن و فقط از همون کار میکشن. برای شهرام شاپره خیلی ناراحت شدم که دیدم انقدر اذیتش کردن. امیدوارم که برای شهرام اتفاقای خوبی بیفته و اگر شهرام فکر میکنه که من براش کاری نکردم اشتباه میکنه، چون من هیچ گونه مخالفت و دعوایی با شهرام ندارم و باهاش قهر نیستم. اصلا به یاد ندارم که چرا شهرام در مصاحبه جدید گفته که من با گوگوش قهرم و گوگوش اصلا من تحلیل نمیگیره و از این حرفا گوگوش با هم قهر کرده. نه، من باهاش قهر نکردم. اگرم اینطور بوده یادم نیست واسه چی هستش. دوستان عزیز، شما میتونید تا لحظاتی دیگر منتظر ویدیوهای جدید ما شما دوستان عزیز میتونید تا لحظاتی دیگر منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. ما نخواستیم که این ویدیو خیلی طولانی باشه، به همین خاطر سعی کردیم در مدت زمان خیلی کوتاه، خیلی چکیده و خیلی کوتاه برای شما عزیزان یک ویدیویی رو در حال حاضر تهیه بکنیم. تا لحظاتی دیگر با خبرهای جدید از شاهماهی موسیقی کشورمان در خدمتتون باشیم. لطفاً نظراتتون رو راجع به خانم گوگوش و همچنین مصاحبه جدیدشون در قسمت کامنت ها بنویسید و آیا شما عزیزان یکی از مشتاقان و طرفداران خانم گوگوش هستید که حاضری چندین هزار دلار بابت رفتن به کنسرت های خانم گوگوش پرداخت بکنید؟ آیا دوست دارید با خانم گوگوش عکس یادگاری بگیرید؟ آیا دوست دارید یک شب رویایی رو در کنار گوگوش حضور داشته باشید؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لینک این ویدیو رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر، در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک،
آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر بکنید. ممنون که با ما همراه بودید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان جان خوش.